خانم چیزا این چه گندی بود که بالا آوردی خانم؟ گندی بالا نیاورد. شما گندی بالا نیاوردی؟ چتی پاشد اومد اینجا وست کرده به نازنین؟ شیرزاده دیگه میشناسیمش. عزیز من اخراجش میکنیم، یه نفر دیگر میاریم به جاش. هرس نخور، اخراج چیه؟ کنسرو لوبیا شو بردار. سنگه، سنگ تو کنسرو. ما تو این کنسرواتون سنگ پیدا کردیم خانوم. شما باید با بخش تولید صحبت کنید. گوشی افشار خیلی پر رو بوده، یه چیزی بهش باید میگفتی. باید اون گنده گنده هاشنا کله پا کن. فهمیدم. تلویزیون، رادیو، روزنامه. اتفاقا آدمش هم تو رادیو داری. بله پدر جان، سوالتون رو بفرمید. میخواستم از مردم خواهش کنم که کنسروی لوبیا حیران رو نخرن. بابام واسه چی زنگ زده؟ حتما کار اون نازنین بی فکره. خیلی باحال بود، از رادیو شنیدم، مخصوصا اون آخرش که راجب نازنین گفتی. تو همین حرف رو توی رادیو شنیدی؟ آره، صداتون قطع نشده بود، هنوز وصل بود دیگه. خانم شما دیدی که من تلفن رو قطع نکردم؟ بله. تمرکز، دقت و نظم داشته باشید. بله میتونم. خسته نباشید، میتونین تعطیل کنیم دیگه. ابا آقای دکتر کیفتون رو نبردین؟ آقای دکتر ملکی، ایوه رفت. ایوه رفت، کیفشم موند. وردار دیگه این گوشی رو. بله آقا، بله بله، نخه سنگ تو کنسرو لوبیاشون بوده. بله آقا، بله. خب اینم از این. محبوبه با روزنامه صبح و عصر و خانواده و شبکه 1 و 2 و 3 و رادیو پیام تماس گرفتم به همش. حالا برنامه خانواده ما علامت بزن. اینم خانواده باشه. از صبح تا حالا با این همه جا تماس گرفتین؟ چه سخت کوش. تو مثل این که هنوا بادا نشناخته ها؟ رمقشون رو میگیرم بابا جون. بله؟ از طرفی شرکت کنسرو سازیه. اینو بزن رو بلنگوش که منم بشتفم. بله بفرمایید. من نمیدونم انگیزه شما از این که دورو افتادی در رسانه ها بر علیه شرکت معظم ما تبلیغ میکنی چیه؟ اما مردی عصابی، سنگ تو کنسرو دون بوده، اون وقت دلتون میخواد علیهتون تبلیغ نکنی؟ ما که کاری نکردیم آقای محترم، ما به شما فقط زنگ زدیم، شما به ما گفتید برید هر کاری دلتون میخواد بکنید. ببینید من نمیدونم با کی صحبت کردید، اما من وکیل این شرکت هستم و بنده این موضوع رو پیگیری و شخص خاطی رو توبیخ کردم و الان از طرف شرکت خسارت شما تمام و کمال پرداخت خواهد شد. شما هم بهتر دست از این آبروریزی ها بردارید آقا. این کارا چه ما میکنیم؟ برای پول نیست آقا، برای احقاق حقه. بله بیشتر به پدر مادر من برخورده. ببینم داداش حالا چقدر میدی؟ با هم کنار میاییم. آقا جان ما پولی از شما نمیخوایم، ما حقمون از شما میخوایم. ما میخوایم شما بی مبالاتی و بی دقتی رو بذارین کنار، همین. خب بفرمایید ما باید چی کار کنیم؟ اصلا میدونیم باید چی کار کنی؟ شما باید علاوه بر خسارت ما توی تمام روزنامه ها رسمن از ما عذرخواهی کنی. بفرمایید که میخواید آبروی ما رو ببرید دیگه. اصلا از کجا معلوم شما راست میگید؟ شاید طرف رقبای ما عجیب شده باشید. مردی حسابی حرفی دهنده بفهم بزن، مزدور خودتی. اصلا حالا که اینطوریه اگه به این بازی ادامه بدید ازتون شکایت میکنم. برو هر کاری که دلت میخواد بکن، برو. خیلی خوب مامان جان. آقا حالا ما شاید بتونیم یه جوری با هم کنار بیاین. نه دیگه هیچ راهی نداره. بذار ببینم چیکار میخوام بکنم. من بهتون هشدار دادم اگر تمومش نکنید براتون گرون تموم میشه، اگر ادامه بدید با قانون طرف خواهید شد. برو ببینم دارت منو میترسونی. خیلی خوب آقا جون، من از شما نمیترسم، قانون با منه نه با شما. حالا میبینیم. حالا شما میبینیم نه من. ولش کن بابا، من نشونه دون میدم. خیلی خوب آقا جون، ولش کن. مردک بی ادب، نذاشتیم ببینیم یارو چقدر میخواست بهمون پول بده. حالا که اینطور شد به خاکی سیاه میشم. آشغال دقیقی خانم شیرزا، دفترچه تلفنت کجاست؟
برم سراغ شماره افشار. افشار افشار اون آقا قد کوتاه بد اخلاقه، اون خانم دماغ عمل کرده افاده، این چه طرز آقا دفعش تلفن نوشتنه؟ اون بسه شماره خودم رو بگیرم. افشار کجاست پس؟ توی دکترا نوشته مثلا؟ گوشی خودم رو چرا جواب نمیدی؟ توی کیفمه دیگه، نمیشنوی خانم شیرزاد؟ وردار این گوشی رو. قرار مهم داشتم، این گوشی رو وردار. بمیری خانم شیرزاد. دکتر افشار که شماره خودمه که حتما جا به جا نوشته. ببینم دکتر ملکی هست. دکتر ملکی بازم شماره خودمو نوشته. بلدم چی کارش بکنم، کاره میکنم کارسون تا دیگه با من اینجوری حرف نزنن. آدم ها بی تربیتی پر رو، خجالت هم نمیچشن، شرم و حیا هم ندارن. افشار میگم اصلا یه کاری باید بکنی که اینا کاملا ادب بشن. آره. شما هنوز درگیر ادب کردن کارخونه کنسرو سازی هستین؟ بابا بی خیال چه گیری هستین شما، چرا انقدر خودتون اذیت میکنین؟ ناصر تو چرا هیچ وقت فکر عمقی کارو نمیکنی؟ این داداش ادنه با همیشه سطحی یه فکری میکنه، اما من از تو توقع نداشتم بابا جون، باید بیای تو عمقی کار. چشم آقا جون، میام تو عمق کار. همدیگر دوست داشته باشین، چه انقدر هرس میخورین؟ هرس نیست بابا جون، این اسمش هرس نیست، انگیزه گرفتن حقه. بابات راست میگه، ما باید یه کاری بکنیم که هیچ کس از اینا جنس نخره. آخه چطوری مادر جون، یه حرفی میزنی ها؟ یعنی چی چطوری؟ خب من تلفن میزنم به همه میگم. آره اصلا یاد تلفن نبودم. خب چرا گفتی تلفن میزنی؟ چی آقا جون تلفن میزنی؟ قرن 21 ها، مگه قبیله است؟ این به اون بگه، اون به این بگه، این به اون بگه. یه قبیله نشونشون بدم که چارشاخ بشن بابا جون، ما هممون پشت همیم. آخه به چند نفر میخواین زنگ بزنیم؟ 100 نفر؟ 1000 نفر؟ 70 میلیون جمعیته. اول اینکه همه 70 میلیون از این کنسرو در پیتی نمیخورن. بله این درسته. دوم اینکه تو هنوز بابا دا نشناخته بابا جون. من بلدم چی کار کنم. بله خب محبوبه باید چی کار کنی؟ من میگم مثلا اول من باید به مصیب زنگ بزنم. مصیب؟ خیلی تو راحت باشه مادر، نمیذارم یه دونهش وارد منطقه ما بشه. تلفن اصفهانه همیشه خودی من میزنم، چطوره؟ آقای افشار اگه من مرده باشم حرفی شما زیمی بمونه، همه امروز به چاره جمع میکنم کارش یه سره میکنیم، کله پاشو میکنیم برن دنبال زندگیشون. مال عراق هم من میزنم، مال عراق هم از هزاوه و فراهان و تفرش و ملایر و ازنا و اصلا استان مرکزی و همه رو من میزنم. باشد بابا جون، خوردت بنویسی؟ بله بنویسی. بنویس بابا جون. بدری خانم اینا رفتن تبریز. بدری خانم؟ آره رفته تبریز، اما پسرش میتونه کار رو انجام بده، نگران نباش. اون وقت کوروش رفته قزوین، مهدی هم رفته مشهد، و حسن آقا و حسین آقا و آقا مصطفی و اینا همشون رفتن شمال. خب یواش بگو که بتونه بنویسه. آقا جونه من دستگاه تایپ هم، من همیشه میزنی تو ذوق من. بابا آقا جون تون بنویس، فردا پول تلفن قبض و ترکون نیا یقه منو بگیری. یا الو 110. سلام، خسته نباشید قربان. ببخشید من توی مطبم گیر کردم، منشیم درو بسته رفته، درو قفل کرده، من کلید ندارم. نه من جسارت نکردم، نگفتم شما کلید سازی هستید که. میدونم الو الو آتش نشانی، خسته نباشید قربان. ببخشید من توی مطبم گیر افتادم، منشیم درو قفل کرده رفته، من پشت در موندم. نه قصد جسارت نداشتم قربان. الو ببین من فقط شماره تلفن تو رو حفظ بودم.
ای بابا، همه شماره تلفن‌ها توی گوشیمه، گوشیمم توی کیفمه، منشی برداشته برده، درم قفل کرده، من تا فردا باید اینجا زندانی بمونم. بیرونم یه قرار مهم دارم. مگه چقدر راست از لواسون تا اینجا؟ من اگه شمالم بودم تو یه مشکلی برات به وجود میومد، بلند میشدم میومدم تهران. نامردی دیگه، آدم رفیقش رو توی سختی ها میشناسه. نه عزیز من، حیف اون دماغی که من برای تو عمل کردم، هر کی دید نفهمید عمل کردی. همه گفتن طبیعیه. خداحافظ. چیزی شده؟ کیفتون رو جا گذاشته بودیم، من براتون برداشتم. شما هم دیشب منو اینجا جا گذاشته بودید. شما رو؟ بله، من از دیشب تا حالا اینجا زندانی شدم. در قفل کردی رفتی؟ آخه شام چی خوردی؟ از دیروز تا حالا من اینجا زندانی بودم. شما اون وقت نگران این که من شام چی خوردم؟ یه قرار مهم داشتم دیروز. گوشیمو چرا جواب ندیدی؟ ببینین آقای دکتر، من اساساً به وسایل شخصی کسی دست نمیزنم. سلام. چی شده اینجا وضعی؟ بیا بریم تو مطبت، یه جلسه مهمه. این باید اخراج شه. حالا فهمیدی من چی میگم؟ حالا جا اومد؟ حالم حسابی هم جا اومد. دفترچه تلفنشو باید ببینی، شاهکاره. یه اسم توش نیست محض دلخوشی. همه رو ورش مشخصاتش رو نوشته. بدترین شب زندگیم بود. من تصمیم خودم رو گرفتم. خب چک تصویه حسابشو مینویسی، میبری میدی بهش، بهش هم میگی که اخراجی. چرا من برم؟ خودت برو. تو هی میگفتی اخراجش کنیم. خب الان تو میخوای اخراجش کنی. پس قرعه کشی کنی. بلند شو برو. ببینید خانم شیرزاد، شاید کار خوشایندی نباشه، اما امیدوارم که متوجه منظورم بشید. بله، من کاملا متوجه هستم. من که هنوز چیزی نگفتم خانم. آه نگفتین. بله بفرمایید. راستش چطور بگم خانم شیرزاد، وقتی دو نفر کنار هم دیگه هستن و نتونن به هم دیگه کمک کنن و حضورشون کنار هم دیگه باعث مشکل میشه، بهتره که از هم دیگه جدا بشن. آخه میخواین از همسرتون جدا بشی؟ آخه چرا؟ خانم شیرزاد خواهش میکنم. خانم شیرزاد ببینید چطور بگم خدمتون، ببین اگر یه آدمی یه جا موفق نباشه، ممکنه بره جای دیگه اونجا موفق تر بشه. متوجه منظورم هستی؟ بله من کاملا با شما موافقم. عالیه. مثلا ما تو فامیلمون یه منشی داشتیم که کارش رو زیاد بلد نبود، رفت جای دیگه، الان که خیاط موفقه. خب شما میتونستین این فامیلتون رو به من معرفی کنین، من باهاش حرف بزنم، راهنماییش کنم، شاید منشی خوبی میشد. ببینید خانم شیرزاد، اصلا این حرفا رو فراموش کنید خانم. من امروز میخوام راجع به خود شما صحبت کنم. من به نظرم میرسه که شما جای دیگه موفق دارید. آقای دکتر من الان خیلی موفقم. البته این احساسی که شما دارید، من فکر میکنم جای دیگه خیلی موفق تر خواهید. ببینین من اصلا آدم تمکاری نیستم، واقعا به همین شرایطی هم که اینجا دارم قانم. خب این خیلی خوبه خانم شیرزاد، ولی چطور بگم؟ ببینید منظور من اینه که شما باید... خانم شیرزاد یه چیزی رو باید خدمتتون عرض بکنم. این خدمت شما. ایوا این کارا چیه آقای دکتر؟ خجالت هم میدین شما که تازه به من حقوق دادین. خانم شیرزاد این چک تسویه حسابتونه. ما قادر به همکاری با شما نیستیم. آها یه لحظه اجازه بدین فکر کنم. الان فهمیدم، یعنی من اخراجم. بله متاسفانه ناراحت شدید اما میگه نه وقتی خند
میگه ناراحت ناراحت برای چه آقای دکتر، دستتون درد نکنه. واقعا من بهتون تبریک میگم به خاطر این برخوردت خانم شیرزاد، من به خاطر تمام زحماتی که تو این مدت برای ما کشیدید نهایت سپاسگزاری دارم، هم من هم هومن. ای بابا آقای دکتر خجالت هم ندید، من هر کاری که انجام دادم تو این مدت واقعا وظیفه‌ام بوده و واقعا از همکاری با شما آقایون لذت بردم. خیلی ممنونم که این فرصت رو به من دادین که من بتونم استعدادهامو اینجا پرورش بدم. بله من مطمئنم که جای دیگه شما موفق‌ترم خواهید بود خانم شیرزاد. با اجازهتون آقای دکتر افشار، آقای دکتر ملکی، با اجازه، خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. اصلا باورم نمیشه چقدر راحت پذیرفت. آره اصلا ناراحت هم نشد. نه خیلی 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 ناراحت شد. ببین چاره دیگه ای نداشتیم، از این به بعد به فکر یک منشی جدید باش. آره حالا یه کاریش میکنم بالاخره. یعنی کاش که اینطوری نمیشد. نه بله بله. مریض نداری؟ نه نه. تو چی؟ نه منم که ندارم. خانم شیرزادم که رفت. بله. چیز راستی بابات با اون سنگ و کنسرو و اینا چیکار کرد؟ خب دیگه حواست باشه. بله آقا مصطفی خیالتون راحت باشه. حتما دمت گرم. سلام خسته نباشین. سلام. چند تا کنسرو لوبیا حیران بیارم خدمتتون؟ نه آقا تازه قبلی ها رو میخوام بهت مرجو کنم. چرا؟ بریم که زیرا از همیرا که اومدی برمیگردی میری جنسات میری کارخونه. تو این شهر دیگه ایش که دیگه جنسه شما نمیخره. افتاد؟ شما چی کاره ای؟ من چی کار هستم؟ یه بار دیگه انجام اینات کابینم تو چپ میکنم. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. قربونی شما خیلی ممنون. لوبیا حیران داری؟ خیر قربان. اصلا اینا چیه چیدی اینجا تو قفسه؟ اینا فروشی نیست. چرا؟ اینا فاسد شده، کارخونش خراب زده، ریگ داشته، باید برگردونی به کارخونه. فقط کافیه که این نکات رعایت بفرمایید. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار. نفر بعدی لطفاً. با همین؟ نه خیر آقا نوبت منه. بفرمید. نه خیر آقا نوبت منه، من زودتر اومدم. شما بفرمید. خوش من وقت داشتم زودترم اومدم. خوش یعنی اینکه من دروغ میگم نوبت منه آقا؟ آقا خواهش میکنم اینجا مطب قربونتون برم. آرامش خودونو حفظ کنید. بعدش سب کن ببینم شما مطمئنید با من کار دارید یا با آقای ملکزاده؟ آقا دکتر من مریض شما قبلنم اومدم خدمتتون. بله یادم افتاد. شما بفرمایید خواهش میکنم. چرا این آقا؟ عزیز نوبت منه؟ عزیز من قبلا اومدن. دفعه دوم میشه. شما نیم ساعت تحمل بفرمایید من در خدمت. آقا بفرمایید. بفرمایید. میدونه زبان خریش اینطوری میشه. بفرمایید شما بفرمایید. آقا خونسرد باش خواهش میکنم. اصلا شما میدونید من برای چی اومدم مشاوره؟ عزیز من برای چی اومدی؟ برای اینکه همه جا حق منو خوردن. هیچ جا نتونستم حق خودم رو بگیرم. شما اجازه بفرمایید من اول به ایشون برم. چرا؟ میخواهید حق منو بخورید. بخورید آقا. بیا بخور بابا این چجوری دیدن آقا. آقا خواهش میکنم. آقای محترم، آقای عزیز. ای بابا ای بابا نمیخواستم اینجور بشه. از وجدانایی که دارم کافی نیست. اینم اومد روش. آقا آقا جا تقصیر شما نبودم. آقا جا آقای محترم. ای بابا معلوم است اینجا چه خبره. بابا دیگه اگه شیرزادم بود اینطوری دیگه نمیشد. بله منم همه وقتای مریضان به هم ریخت. تو منشی سراغ نداری بیاد؟ نه آن راستی یادم رفت بگم توی روزنامه آگهی دادم حتما یه منشی خوب گیرم. همینطوری داره برگشت میخوره. نمیدونم چی شده. از همه ایران داره جنسامو برگشت میخوره. خدا بهتر بگذرونه. رئیس سه نفر اخراج کرده. هر کی جایم بود تو حالا سکته کرده بود. به جایم به کارتون برسیم تا دیگه نشده. آقا زود باش. شما سابقه منشیگری دارید؟ نه خیر. سابقه کاری چطور؟ نه اصلا. ببخشید شما میتونید تمام روزهای هفته به صورت تمام وقت تشریف بیارید سر کار؟ اصلا به هیچ وجه. شما اصلا به منشیگری علاقه ای داری؟ خیر. شما به منشیگری علاقه داری؟ بله. سابقه منشیگری هم داری؟ یه هفته منشی وکیله بودم، تلفنی هم کار کردم. چرا کارتون رها کردید؟ تقصیر وکیله بود، زیاد حرفی زد. ما
میتونم بپرسم شما چی؟ آخر آقا ایشون مثل اینکه ناشنواس. بله زن خوبی؟ نه من که اینجا هیچی قرینه نیست دیم ما باید یه سبد دیگه بخریم بذاریم اون طرف دست بردار نازنین همین یکی خوبه خب قرینه نیست احساس میکنم اون طرف دوچار خلع شده انگار تعادل هستی به هم خوردنی و همین چیز هست که من دوچار استراب میشم دیگه نازنین خواهش میکنم دست بردار از این افکار منفیت عزیز من در بند این افکار نشو این وسواس رو ولش کن تا درهای تازه برات باز بشه. باشه. چه این حرفای قلم به سلم بزنی نیما یه خونه قرینه بخره. به خاطر اینکه من با همه چیز این خونه مشکل دارم. من نمیفهمم اصلا چرا خونه رو قرینه نمیسازن. مثلا دو تا آشپزخونه، یکی این طرف یکی اون طرف. آدم اون وسط راحت با آرامش تو تعادل زندگی کن. نازنین چی داری میگی؟ ببین من از صبح درگیرم. یعنی من هومن از صبح درگیر این بودیم که یه منشی استخدام کنیم. من حوصله هیچ کاری رو ندارم. ای راستی چی شد؟ چی؟ محض دلخوشی هم که شده یکیشون حتی نزدیک خوب هم نبود اتفاقا بدم نشد نیما یه مدتی میخوام اینو برات بگم یکی از دوستای من دختر خالش توی مطب کار میکرد که دکتر تازگی فوت کرده فکر کنم بیکار باشه میخوای یه زنگش بزنم؟ چرا میپرسی؟ خب زنگ بزن دیگه نیما تازگی با تلفنم مشکل پیدا کردم چرا خرابه مگه تلفن؟ نه هی از این دست میدم به اون دست از این دست میدم به اون دست ولی حالم جا نمیاد احساس میکنم باید تو گوشی باشه زنگو بزن نازنین سلام خسته نباشی خیلی ممنون بیا محبوبه شیرینی پیروزی است کدوم پیروزی؟ ما که هنوز موفق نشدیم چرا موفقم میشیم خبری تازه برات دارم خب بگو ببینم چی شنیدم تموم اینایی که رفتن کنسرو لوبیا خریدند ها رفتن کنسرو رو پس دادن بیچاره شدن نه بابا شوخی میکنی نه جدی میگم شما در نظر شیرین کن من بلدم باشون چی کنم بله سلام علیکم وکیله خب بزن اونم بفرمایم بله بفرمایید ببینید شما دارید پا رو از حد فراتر میگذارید با تحقیقاتی که من کردم شما باعث تشویش از هان عمومی در مورد اجناس کارخونه ما شدید و این لحاظ قانونی قابل پیگیری آقا خب وقت چی تو میشه مثلا که چی چی؟ یعنی اگر به کارتون پایان ندید شما رو با قانون طرف خواهم کرد به شما اگه راست میگون آقا سنگ تو کنسرو لوبیاتون نریزین منم هر کاری که دلم بخواد میکنم آی محترم بهتون هشدار میدم براتون گرون تموم میشه منم به شما هشدار میدم حرفی زیادی نزنی مثل اینکه شما حرف حساب سرتون نمیشه بله من چه بهتون گفتم من هر کاری دلم بخواد میکنم منتظر باشید تا با یه زبون دیگه باهاتون حرف زده بشه الو الو ترسو قرد کرد مردک پر رو نه ترس محبوبه یه بلایی به سرشون میارم که مرغان هوا به حالشون جریه کنن پوستشون رو قلفتی میکنن هنومن رو نشناختن شیرین بخور دنده شیرین کن نه تر بخور من بلدم باشون چیکار کنم دروغ میگه هیچیش نیست نگاه من از منم سالمتر به خدا دارم دل بازی میکنه من بلیط دارم امشب باید تهران چایی بیارم من نه خیلی لازم نکره بخوام خودم میرم میریزم نازنین تو هنوز از دست من دلخوری؟ آه من دست بابا و شیرزاد ناراحت بودم حالا یه چیزی گفتم دیگه نیما همه یه مردم شنیدن تو چی گفتی بعدم بعد از یه ذره مسئولیت کاراتو به عهده بگیری اینقدر ننداز گردن اینو خیلی خوب حالا بابا من معذرت میخوام خوبه بابا جان من امشب باید تهران باشم بلیط دارم سلام سلام آقا جون سلام مادر جون سلام سلام خوبی؟ چی شده؟ مقاماتون کجا؟ تو کشو بالایی
اگه بیوبرم ببینم کنم پایی این ماژیکا هم نگاه کن ببین اینجاست ماژیکا اینجاست نزن اینجا مادر جان کشه پایینیه چه جای اینا رو عوض میکنی؟ یه آدم کار فوری داره میخواد بیاد سرشون از پا و کمر میفته دارم تا بخواییم پیدا کنیم اینا رو خب یه دونه بسه؟ نه دو تا مقوا برده دو تا اونو به دست ما یه مقوا دیگه هم برده یه دونه بس ما رفت بالاخره نمیگی چی شده؟ بعدم برات میگم. فعلا کار داره. بریم خانم. بریم. بیشتر از ناب میخوره. شالو شما چی میخوای؟ خسارت موتور تو؟ خسارت نقد اوت؟ آها پس بگو. خریب خصوصی که نداری؟ کیسه دوختی چی عزیزم؟ تمام معذرت. مال دنیا فدای یه تارمون. تو هم که فقط معذرت بخوای. هی معذرت بخوای. این کلک‌ها دیگه قدیمی شده. نازنی خدای من چی؟ بابا پدر و مادر من دیگه چی بگم بهشون؟ نه خدا شفاشون بده. خانم دکتر. خسته نباشید. آقای فتی وکیل من. میتونم برم؟ اگه وکیلتون اومدم بله. البته نازنین خیلی از شما تعریف کرده. منتها برای اینکه بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم بهتره یک گپ و گفتی با هم داشته باشیم. بله، ببخشید شما قبلا منشیگری کردید؟ بله، 3 سال در فرانسه منشی یک خانم دکتر بودم و 4 سال هم در ایران منشی پروفسور استوایی که متاسفانه فوت کردن و همکاری ما قطع شد. پس به زبان فرانسه هم مسلط هستین؟ تسلط کامل به فرانسه و انگلیسی در مکالمه خوندن و نوشتن. کمی هم آلمانی میفهمم اما نمیتونم خوب صحبت کنم. دست و پا شکسته آلمانی هم بلدم. تایپ چطور؟ مسلماً این اولین چیزیه که یه منشی باید بدونه. ببخشید شما مدرکتون چیه؟ لیسانس ارتباطات هستم. البته در این زمینه مشغول به کارم. گهگاهی مقالاتی به روزنامه ها میدم. بله چه جالب. چرا منشیگری رو برای کار انتخاب کردید؟ علاقه. به نظرم خیلی جالبه که آدم هر روز با مردم متفاوت و زیادی آشنا بشه از اقشار مختلف و فرهنگ‌های متفاوت. من که به وجد میام. بسیار خب. من فکر میکنم که ما میتونیم همکاریمون رو شروع کنیم. دکتر شما مطلبی دارید بفرمایید؟ نه فقط قبلش یه توضیحاتی بدم که من دکتر هومن ملکزاده هستم. ایشون هم آقای دکتر نیما افشار. در جریان هستم. پس چی شد؟ ملکی افشار. ملکی افشار. ببینید خانم جم، من دکتر نیما افشار هستم، مطبم اینجاست. ایشون دکتر ملکی هستن، مطبشون. ببخشید چرا انقدر توضیح میدین؟ برای اینکه ملکه ذهنتون بشه. خب یه بار گفتین فهمیدم دیگه، نکنه فکر میکنین من خنگ هستم. نه خواهش میکنم، قصد جسارت نداشتی. برای اینکه بدونید میگم، من قبل از اینکه جایی برای کار برم در مورد اون ساختمان و افرادش کاملا تحقیق میکنم. بله. شما دکتر افشار دکترای روانشناسی دارید، دوباره ازدواج کردین که متاسفانه بار اولش طلاق گرفتین و در حال حاضر با همسر دومتون نازنین خانم زندگی میکنین. و اما شما دکتر ملکزاده که بیماراتون عادت دارن دکتر ملکی صداتون کنن، متخصص جراحی پلاستیک و مجرد، عادت دارین دیر سر کار بیاین و کمی هم شوخ‌تر هستین. البته خودتون اینطوری فکر میکنین. بله. یادم رفت بگم، همسر سابق شما هم توی همین ساختمان مطب دارن. بله. چیز دیگه ای هم هست که باید بدونم؟ نه خیر. من که چیزی به ذهنم نمیرسه. بله. خب پس فکر میکنم که ما بتونیم همکاریمونو با هم دیگه شروع کنیم. به نظر میاد منشی خوبیه، کارشو خوب بلده. آره شانس آوردیم. ولی دلم بالا شیرزاد میسوزه. خب نیما منم از این بابت خوشحال نیستم، ولی آره خب دختر خوبی بود. همیشه من فکر میکنم که کار درستی نکردیم، یه دختر جوونه از کار بیکار کردیم. بله ولی خودت دیدی دیگه، چاره دیگه ای داشتیم؟ نداشتیم. نه. ای من گشتم. پاش بریم کافیشو به چیزی بخوریم. پاش بفرمایید. بفرمایید چای. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، زحمت کشیدید. اینا چیه؟ یکی از علایق من آشپزی و شیرینی پزیه. اینو توی خونه درست کردم. پای سیب. خیلی خوشمزه است. تا حالا همچین پای سیبی نخورده بودم به این خوشمزه‌ای. واقعا؟ دستتون درد نکنه. عالیه. حتما به نازنینم یاد بدید. حتما، خوشحالم که خوشتون اومد. حالا چیزای دیگه‌ای هم بلدم که حتما درست می‌کنم. به عنوان یه عصرونه مختصر خوبه.
فوق‌العاده است. بفرمایید خودتون میل کنید. نه متشکرم، من خیلی کار دارم. خب الان که مریض نداریم، بفرمایید. بله میدونم، دارم پرونده ها رو مرتب میکنم، خیلی به هم ریخته است. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم، وظیفه‌مه، با اجازه. خب. خیلی ممنون. بابا این دیگه کیه؟ آره خیلی شانس آوردیم. داشتیم راجب شیرزاد حرف میزدیم نه؟ شما بفرمایید پای سیب میل کنید. این منشیه، اونم منشی بود. آره پای سیب خیلی خوشمزه است. مرد بر کنسرو سنگدار. مرد بر کنسرو. چون نمیان اینا؟ ببین خودشکرها رو میگم ها. آره میدونم وقتی که ناصر اینجا ردیفش میکنه، اما خودش ردیفش میکنه، نگران نباش. مرد و کنسرو سنگدار شرچزه کنسرو ساز حیران نابود باید جردن. سلام آقا، حال شما چطوره؟ دوبینه بیا فرمایید شما با همسایتون برای چی اینجا ترسون کرده اید؟ بله آقا، به خاطر بیمون بالاست این شرکت حیران. من به خاطر اخلاق حق من حیران دقت کن. من دارم شما اون روسری قرمز رو سر این کرده خیلی بد میومد. تولید کننده آقا حواسشون جمع باشه، الکی تروب یا سنگ ننداز. چی باعث این تصمیم رو بگیرید؟ حقیقتش ما خاین تو کن سربیلو بیاشون سنگ پیدا کردیم آقا، باور نمیکنی؟ ولی حال کردم، حال کردم. به این میگن دل و جرأت. حالا کجا شری دی بابا جون؟ سربشونه دادم روی پارچه شرح غذایی رو مفصل بنویسن. فردا که مردم زیر استشهاد امضا کردن اون وقت میفهمن با چی طرفن. آقا جون فکر نمی‌کنید دیگه بستشونه؟ نخه نخه، پا به پامون نیفتادن، التماس نکردن، ازشون نمیذاریم مگه علکیه؟ الان برای کلایم الانداز پوشمون هم دادن، بهمون توهین کرد. بله آقا، ما همینجا از مسئولین مربوطه میخواییم که با این شرکت های بیمسئولیت واقعا برخورد قاطعانه داشته. شما نمیدید مزه الان پاهم یخ کرده. بله آقا بله. این وسط شما خسارت مالی هم دیدید؟ آیا توقع دارید اونم جبران بشه؟ خسارت مالی؟ نه آقا نه خیر، من اصلا چش داشت به مالی دنیا ندارم. برای اینکه باید اون ثابت کنم این چی چیست دستی من؟ چکپول. چکپولی صد تومانیه درسته؟ نگاه کنه ببینه آقا. ای افشار چه کار داری؟ آقا جون پولو چرا آتیش میزنی؟ نه ترس بابا تقلبیه. بدونه آقا اصلش اینجا نفسی کار مهمه. بیا بابا چی باید این تصمیم بگیرید؟ این تقلبیه. تقلبیه؟ اصلش آتیش زنی آقا جون. آقا کاری کردم بابا. خب باید صد تومن اضافه ترزشون بسن. گفتم حواست باشه ها. کسی رو نداشتیم زنی بزنم؟ کی؟ توش پیدا کرد. بله. آقای بتلم بفرمایید بفرمایید. کی مادر؟ الان وکیل این شرکت کنسرت سازی است. آقا جون چنبره میزنیم روشا. باشه بابا. خیال تختی تخت باشه. آقا دوغتون به چمن. علاوه بر اینکه نایمرندا سلام خدمت شما که کارگرای بخش تولید همه توبیخ شدن. عجب عجب. بله. رئیس بخشم اخراج شدن. آخه. بله. بنده اومدم خدمت شما برای عرض عذرخواهی. بله. رئیس کارخونه و مدیر عامل کارخونه صمیمانه از شما عذرخواهی کرد. برادری من ببینید عذرخواهی چه برای ما جواب نمیشه چه؟ البته نگفته نمونه که مصرف 6 ماه از محصولات شرکت رو ما برای شما در نظر گرفتیم. کنسرو لوبیا به چه دردمون میخوره؟ نه خیر خانم، محصولات شرکت شامل کنسرو لوبیا، رب گوجه فرنگی، عرض کنم خدمت شما که تسم پروانه، درزگیر پنجره های دوجه داره، بند کفش. آفرین آفرین. وفر مدیر مصرفی چند ماه؟ 6 ماه. 6 ماه؟ 1 سال. 1 سال؟ خانم 1 سال و 6 ماه. 3 سال. چشم 3 سال. ببینید اون وقت البته ما چشم داشته مادی نداریم. بله. به ما ضربه روحی خورده. بله ببینید آقا خدمت رو عرض کنم که شما نمیدونین این خانم من شبا کابوس میبینه. بله دیشب ساعت 3 و نیم بعد از شب از خواب پریده جیغ و داد و گریه و شیه برای گذاشته زمین. پریدم از خواب بالا میگم چه ده؟ میگه چه هیچی خواب دیدم تو سنگ خورده یا مرده ای؟ دوره جون آقا جون ببینه یه جه من مرده بودم به خونه ماده چه میچیدم؟ آقا جون دوره جون تازه اینکه چیزی نیست،
اصلا من سوء تغذیه گرفتم، بدنه ببین افت کرده. من یه لقمه غذا میخوام بخورم همش فکر میکنم توش سنگه. بله بله ببین چقدر اصلا ببینید آقای وکیل، ما عجیب دچار تشویش و اضطراب شدیم. نمیدونید که شما خبر نداری نیستین تو این خونه. ببینید حق با شماست. بله من نمیدونم شما این ضرب روحی که به ما خورده است و چطوری میتونید جبرانش بکنید؟ بله. البته ما بخشیشو جبران میکنیم. بخشیشا؟ میدونید چند بخش داره؟ این بخش ما میخواییم بخشیشو فقط جبران کنیم. حالا بذار ببینیم چجوری میخواین جبران کنن؟ چجوری ها صداش؟ بله، عرض کنم خدمت شما که... ببینم خدمت شما ملاحظه فهمید؟ تاریخش که تاریخ امروز آقا جون. بله این حساب شرکته؟ بله. راق پول توش هست؟ پول بله. نقده. این امضای شماست یا رئیس شرکت؟ رئیس شرکت و مدیر عامل. امضای شبیه گربه است آقا جون. دیگه گربه شو ببینم آقا جون. ای آقا جون یه ذره مبلغ رو چی برد بالا چیزه؟ باشه. ای بابا زنیم نگار کن محبوبه. ببخشین آقا این مالی بخشیشه. ببینید پدر من این هر چی هست همینه، 3 سال محصولات شرکت و این ناقابل خدمت شما. بله خب من چه چش داشتی به مال دنیا ندارم. بله اما این نگاهی مظلوم ها که تو صورت شما میبینم اون وقت نمیتونم گذاشت نکنم. باش 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 یه چاره اینی باش. این شرم نگاه شما ما رو گرفته عجب. آقای وکیل شما خوب رگ خواب پدر مادر منو پیدا کردی و اینا هم دل رن تا یه نگاه مظلوم میبینن سریع دلشون به رحم میاد. آقا جون نه بابا آخه نمیشه چه آخر نمیشه چه خدمت شما برای جبران ضربه روحی شما. نازنین نازنین نازنین. بله نیما. نه تو نازنین نیستی. نه تو شیرزادی. تو نازنین نیستی. تو شیرزادی. ما تو رو اخراجت کردیم. ما تو من خودم شیرزاد نیم نیما. نه 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 نازنین 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 کجایی؟ من نازنینم. نه تو نازنین نیستی. تو نازنین نیستی. نه نیستی نیستی. اون شیرزاده. نازنین تو شیرزاد نیست. نه 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 تو شیرزاد نیستی. تو شیرزاد نیستی. اون شیرزاده. نازنین تو شیرزاد. نه نازنین واقعا نیما حالت خوبه؟ آره آره طوریم نیست واقعاً.